گالری ساعت شی لندن که به معرفی استعدادهای تازه در نقاشی معاصر شهرت دارد، به تازگی نمایشگاهی از آثار 9 نقاش برجسته برگزار کرده است. این نمایشگاه که آثار سبک‌های مختلف را در خود جای داده، نقاشان نقاشان نام دارد. ما عاشق نقاشی و داستانگویی هستیم. تماشای کار هنری با ابزارهای مختلف را دوست داریم. امروز افراد از بچگی با فناوری بزرگ می شوند و در آفرینش هنری رابطه خاصی با آن دارند. اما نقاشی روی بوم هنوز در این گالری جایگاه خودش را دارد. ما همیشه روی آن تمرکز می کنیم. رفی کلندریان، نقاش جوان اهل لس آنجلس که از آثار دیوید هاکنی و آلیس نیل الهام گرفته، سیمای مردد دوستانش را بر پس زمینه‌های تخت و تکرنگ به تصویر کشیده است. او که معتقد است باید در هنر جسور بود و خود را به جریان زندگی سپرد، در بارگی چگونگی خلق آثارش میگوید: راستش نقاشی را اینطور یاد گرفتم که رفتم و مشتی رنگ و قلمو خریدم و بعد خودم را در کارگاه نقاشی حبس کردم. کمی حلال رنگ میمالیدم روی دستهایم تا بفهمم چه باید بکنم. تنها راه یاد گرفتن همین است. باید ببینید رنگها چطور مخلوط و بعد خشک میشوند. من عاشق امتحان کردن هستم، چون وقت امتحان کردن نگران تاریخ نقاشی و کارهای نشدنی نیستید، فقط به شدنی ها فکر میکنید و از همه جالبتر همین است. نقاش بریتانیایی دیوید برایان اسمیت که هنر و طراحی را در لندن خوانده است، از یک خانواده کشاورز در شمال این کشور میآید. پس از مرگ پدرش خانواده ناگزیر می شود مزرعه را بفروشد و مادر هنگام خالی کردن خانه عکسی کهنه از پدر بزرگ او را هنگام چوپانی پیدا می کند. او درباره ارتباط کارهایش با این تصویر می گوید: وقتی که مادرم عکس چوپانی را برایم فرستاد که وسط گله ایستاده بود، من داشتم به هر دری می زدم تا کسی کارهایم را جدی بگیرد و خیلی هم عصبانی بودم. بعد به خودم گفتم حالا که اینطور است، من 100 تا تابلو از چوپان و گله گوسفند می کشم تا هر کدامشان در رنگ و بافت و حالت با هم متفاوت باشند، تا قدرتم را نشان بدهم. آنسک کروت که از آفریقای جنوبی می آید در اصل پزشکی خوانده، اما بعد احساس کرده است باید کاری خلاقه انجام بدهد و تصمیم می گیرد نقاش بشود. او بالاخره از دانشکده هنر لندن سر در می آورد. کارهای او تلخی آپارتاید را با طنزی سیاه در هم می آمیزند. وقتی طرح‌های خطی اولیه را می‌زنم، سعی نمی‌کنم خیلی داوری کنم. فقط طرح می‌زنم، شاید بشود گفت ناخودآگاه. بعد برمی‌گردم و آگاهانه نگاهشان می‌کنم تا ببینم کدامشان به درد می‌خورد. نمی‌دانم چرا ممکن است از فلان طرح چیز خوبی از کار در بیاید، اما چیزی در آن هست که توجهم را جلب می‌کند. بعد رویش کار می‌کنم و اگر باز هم برایم جالب بود، بالاخره آن را نقاشی می‌کنم. در این میان نقاشان دیگری هم هستند، نظیر بارن ملگارد که دیوارنگارهایش با خطوطی زبر و تیز و رنگهای قاطع به نقاشی ناب میمانند. مارتین مالونی نقاش بریتانیایی هم با پورتره‌های اکسپرسیونیستی، رنگهای پرقوت و سوژه‌های خنده‌دارش در این نمایشگاه حضور دارد. گرچه هنر دیرینه نقاشی با ابزار فناورانه امروز دستخوش تغییر شده، اما آثار حاضر در گالری ساعتچی به ما نشان می‌دهند که هنوز تماشای رنگ و طرح روی بوم می‌تواند ما را به تحسین وادارد.